به یه دست بزنیم. دیشب هم عرض کردم، پریشب هم همینطور، در موفقیت کال خانواده پرسنل هم شریکن، چون اونا بودن که به اصطلاح نبود آقای خونه رو تحمل کردن. باورتون نمیشه من یه چیزی بگم کوچولو، اون مامان تو ساکت کن یه دقیقه. برای تولد ائمه و مناسبت‌های ارزشی 22 بهمن فلان و یه وقت نوروز زیاد به اروپا من سفر میکنم. خب معمولاً اونجا اینطوریه که یه نفر همراه ما میاد مثلا خرید کنیم، میخوایم سوغاتی، مثلا میخوام بگم آقا من برای خانومم مثلا یه کرم دور چشم میخوام، اون میره صحبت میکنه میگه بیا این بهترشه، خب آلمانی صحبت میکنه، یا مثلا میگم من برای دخترم مثلا یه چکمه میخوام، میگه بیا بریم فلان فروشگاه فلان جا مثلا این چکمه هاش خوبه، قیمتش هم خوبه. یه چیز جالب بیریا در نهایت صداقت خدمت شما عرض کنم، چندی پیش آلمان برنامه داشتم، شهر کلن، نشونیش هم رستوران سورنتوه، بریم بپرسین این آقا یه سوپرمارکت ایرانی داشت، بهش گفتم فلانی رفتیم تو قسمت لبنیاتش اینا، گفتم من دوست دارم امروز مثلا فردا صبحونه یه همچین چیزی بخورم، باورتون نمیشه صاف رفت دست گذاشت این همه حالا کره هلندی فلان پنیر چمم کجا بلغار چیزی، صاف رفت تو این قفسه کاله، این موضوع مال 15 20 روز پیشه، صاف رفت تو قفسه کاله کلن آلمان، کالا گفت بیا این صبحونه رو بخور برو، که گفتم این کاله که خودمون، گفت بله اینجا این از مشابه خارجیش خیلی بهتره. واقعا این دلسوزی ها همه جور باید حمایت بشه، خدا انشالله پایدارترتون کنه، یه دستگی به افتخار خود. هی خدا هوا گرمه، من از از کتم دارم. آره ها نه کتم و فقط چی میگی تو بود؟ تو بابولی ها؟ این اسوانیا موبایل که میخرن همون روز اول صفرشو میبندن، این اسوانیا شبای عید فطر، شبای عید فطر میرن تو پارکا میخوابن که فطریشون بیفته گردن شهرداری. این اسوانیا میخوان خودکشی کنن، یه سیم برق میگیرن دستشون، اون سرشو میکنن تو پیریزی برقی همسایه. این اسوانیا یعنی اگه میخوای شکنجهشون بدید کافی است که دستا پاشون رو ببندی اون ور خیابون نظری پخش کنی. یعنی بهش گفتن شیرین ترین چیزی که تو زندگیت خوردی چی بوده؟ گفت یک کاسه ترشی مفت. حالا تصور کنید از آمریکا، از کانادا زنگ زدن اصفهان، از یه راه دور. الو آقای اصفهانی سلام، ببخشید این مادر خانم شما اینجا فوت کرده، ما چی کارش کنیم؟ ببینید ما میتونیم مثل مصری ها مومیاییش کنیم، میتونیم مثل ژاپنیا بسوزونیمش، میتونیم مثل افریقایی ها تیکه تیکش کنیم، میتونیم مثل ملوانان قدیم بندازیمش تو دریا، میتونیم مثل مسیحی ها بذاریمش تو تابوت، میتونیم مثل زرتشتی ها بذاریمش تو این دخمه های کوه، بهترین راهش هم این است که مثل روش خودتون غسل و کفن و دفنش کنیم. حالا چی کارش کنیم این مادر زن تو؟ خب شما بی زحمت هر هفته کارا بکنید، کار از محکم کاری عیب نمی کنه. البته من گفتم مادرزن، ولی آقایون خواهش میکنم عاشق مادرزناشون باشن، من خدایش خودم عاشق مادرزنام هست. سوتی دادم، عاشق مادرزنم هستم. حالا فردا شب میارمش اینجا، میارمشم پشت میکروفون که نظر قلبیش راجع به من بگه. الهی زلیل شما. اما
خب از اصفهان بگم یا بسه؟ دختره اصفهانیه حلقه نامزدیشو داد به پسره، گفت اینا بگیر، من دیگه نمیخوام تو رو، چقدر تو خصاصت میکنی؟ پسره اینطوری کرد، ببین سمیه خانم، اگه گنجیش پریدن یادش بره، اگه ماهی دریا یادش بره، اگر لیلی مجنون یادش بره، من پولی اسمس هایی که به شما زدم یادم میره. دکتر اومد خونه ی اصفهانی رو جواب کرد، گفت این 5 دقیقه دیگه بیشتر زنده نیست. 90 سالش بود، 90 سال رفت. حالا من میشم اون اصفهانیه که 90 سالشه. چی آخو؟ 90 سالمه نیه؟ شما خود از اون صبح تا شب زرت و زن میگه مملی کجاست؟ بابا من دست راسه دونم. اصغر کجا؟ بابا من دست چبه دونم. آجی دون کجا؟ بابا من پایینی پا تو بایستدم. ننه دون کجا؟ عجی من پا تو سرت بایستدم، تو رو خدا مرا تنها نزار. عجی یه پدر سوختا، شما که همه دون اینجا این، پس چرا چراقی مسترها روشنه؟ پسره رفته خواستگاری، بابای دختره میگه شما در دختر من چه دیدید که به خواستگاریش اومدید؟ گفت والا تو دختری شما هیچی، ولی تو حساب بانکیتون یه چیزایی دیده. خب بعد از اصفهان کجا بریم؟ نوبت این وریاست، نوبت این وریاست. شیراز؟ شیرازی داریم؟ شیرازی ها دست بزنن؟ شیرازی ها دست بزنن؟ نه اینا تعدادشون بیشتره، چون من خودم پدر مادرم اصفهانی هن، ولی من متولد شیرازم، شیرازی ها رو میشنازم، حال ندارن در اینجا. یه شیرازی اینطوری میکرد، خانمش گفت والا خلیل آقا تا دهنت وازه او بچه او رم صدا بزن. سعی کنید توبه میکنید هیچ چیز این توبتون رو نشکنه. ببینید این جدیشه. حالا یه لطیفه هم براتون میگم. یه شیرازی رفته بود شاه چراغ، گفت میگم آیا شاه چراغ، من اومدم توبه کنم که دیگه نه باغ برم نه پای بساط بشینم. آقا بعد از ظهرش رفیقش اومد اینو گول زد، دوباره بردش باغ پای بساط، سر را جلوی شاه چراغ گفت میگم آه شاه چراغ، او برنامه که صحبت گفتم فعلا کنسل. اما به یه شیرازی گفتن یه کار برات سراغ داریم، 15 روز شیراز، 15 روز بری عسلویه، مای 500,000 تومن. گفت میگم نمیشه او 15 روز رو نرم، مای 250 تومن هم بگیر. اما بریم سراغ هموطنان عزیز و بیشیل پیله و ساده دل و خوش قلبه حلو رستان قربانت بره. ما لورا رفته بود خواستگاری. میدونی که لورا دروغ نمیگن،
یه شاخه گل زده بود رو کتش بلند. بابای دختره گفت این شاخه گلی که روی یقتونه اذیتتون نمی کنه؟ گفت والا این شاخه هنه ولی گلدونش تو شلوار من. ازش پرسیدن آیا در لرستان مردان بزرگ هم به دنیا اومدن؟ گفت بله، حالا که اونجا فقط بچه به دنیا میاد. گفتن نه بزرگ یعنی مشهور. گفت آره لرستان داره، یکی هیتلره، یکی لره هاردیه، یکی سوفیا لوره است. اینا همه بزرگ هم دیگه قربانه بره. اما یکی این لورا یعنی دم شما گرم ای والا. از اینجا اصلا این خواهرها رو دم اینه حض میکنه. نه تا یه چیز میگم زود خانوما اینطوری میگه من کاری ندارم، میگم حض آفرین. یعنی این سطح حجاب عالیه دیگه، از این بیش نمیخواد شورشه، ولی این خیلی خوبه الان، خیلی مهم. خیر الامور اوسطا، آفرین، دم شما گرم. اینو میخوام بگم، یکی دخترای هستن تو تهران شمال شهر، وش 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 وش، که درد و بلاتون بخور تو سرین. اینجاشون یه پارچه میبندن یعنی رو سری، یعنی نبندن سنگین تره. بعد یه مانتو بلند میپوشن تا اینجاشون، جونم مرگ شده اینطوری هم وای میسن، این 206 های صندوق دار. برای صندوقه دست میزنی؟ برای خودتون دست بزن. اینقدر سنگین رنگین خانوم محقه، آفرین. یعنی قربون اون وقار شما، مخصوصا خانوم ها، دمتون گرم ای والله. آمل شماره یک ایران، باریکلا. حالا اینو میخوام بگم، و این دخترها جدیدن یاد گرفتن یه شیشه آب معدنی هم برای کلاس میگیرن دستشون، حالا صبح به صبح هم مسترا پر میکنه. یه سگ هم دستشون شکل منصور خواننده. و اینطوری هم ساعت میکنم که روزشون حق نشه. تالیا، ایرانسل، اعتباری، دائمی، یکی سیمکار همه جور هم دارن که نه که اینا با بیستا پسن هم سن و هرکی شما آخرش هر اینا لوره بختش برگشته ارون ناآگاهی با یکی از این ورپریده ها نامزد میشه و زنگ میزنه بهش. بعد 3-4 رو زنگ میزنه. پا پا پین پا 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 پانتا خانوم. آخه یه اسمش چیه آخه؟ یعنیش من پانتا یعنیش یا پانتا خانوم اصلا معلومه تو کجانی؟ دختره میگه عزیزم من تو دلت هم. بدبخت ساده بیه. تو دل من؟ پس چرا من هرچی میرینم تو رو نمیبینم؟ خاطر خواهم میدونم. آخه نمیشه تو این آهنگو میزنی خشک میشه، بعد شب مجبوریم تو خوابگاه همطوری اورگم که اونجا نیست برای خودمون. یه نفر داشت تبلیغات میکرد برای انتخابات ریاست جمهور، چیز میگم نمایندگی مجلس، هی میگفت اگه من نمایندتون بشم امپریالیزم از بین میبرم، سوسیالیزم از بین میبرم، کاپیتالیزم از بین میبرم، لیبرالیزم از بین میبرم. لوره گفت های قربانت برم، این روماتیزم هم از بین مورده. درد مردم یه چیز دیگر. یه نفر رفته بود در خونه آقای دکتر، گفت آقای دکتر تشریف دارن؟ اون شخصی که تو اون خونه بود گفت نه خیر، رفتم مسافرت. با خانومشون رفتن؟ گفت نه خیر، برای تفریح رفتن. آقایون دوزاریاشون افتادن.
آخه یه روز دوتا آقا با هم حرف میزدن، این یکی میگفت بهترین شهر دنیا لندنه، اون گفت که چطور مگه، این گفت من 2 ماه از بهترین روزهای زندگیمو مدیون لندنم، این یکی گفت رفتی نه والا، اونم گفت من نه خانومم 2 ماه رفته بود من اینجا حال گردم. حالا من خوشگلم باید برقصم، خوشگلم باید اگه اینطوری باشه پس چیز چی کار کنه؟ بوش حالا گوی بوشدی میمیدی جونم براتون بگه. ولی حالا من از سادگی این لورای عزیزم گفتم، اما خدا نکنه بخوان جواب بدن. یه دنه این مادر شوهرهای تهرونی یه عروس ماه از لرستان گیرش اومده بود، روز اول اومد گربه رو سر حجله بکشه، گفت دختر خانم خوب گوشت با کن، کلش هم مثل مرغ. از امروز تا آخر عمرت باید از من و پدر شوهرت این دست گل پرستاری کنی. حالیت پرستاری یعنی چی؟ دختره گفت خواهش منم خانم، این حرفاشی هست، من خودم تو ده که بیدم از 70 تا گاو پرستاری میدم. هزار ماشاءالله شما خیلی خوشخنده ای، باور کن حتما زن نداری، یا 2-3 تا داری زدی به سیم آخر. علی امشب خیلی دیگه داری جاده خاکی میری ها. آخه علی اکبر مواسات همکار من، دوست علی اصغر مواساته که جوونا به نام دی جی علی گیتور میشناسنش، ولی به افتخار این دست بزنید. جونم براتون بگی که شما خیلی خوشخنده، من یاد یه چیزی افتادم، خب باور کنید یه شب داشتم، اتفاقا این خاطره خودش یه درسه، هر کی مایش کمتره شادیش بیشتره، گوش کن. یه شب داشتم میرفتم خونه، من خودم یه اوپل کورسای مشکی دارم، بعد سر 4 چراغ قرمز 2:30 شب دیدم یک ماشین آزرای بنفش صفر، یارو پهلو من وایساده، بعد با این بلوتوث چی هندفریه هی داره حرفای رکیک میزنه، با یکی دعوا شده بود، نظر بدم اومد ازش که تو خاک تو سر 50 میلیون تومان ماشین داری، باز نصف شب داری هرس چک و مگا آیا آخه منم همچی، بدم اومد ازش. یا این وره نگاه کردم وای وای وای، آره شما رو دیدم یاد یعنی این وریه، یه وانت بود همه این وانته پول هنسفیری این یارو آذرایه نمیشد، یه زن شوهر و دوستا بچه جلو 7-8 هم عقب، بینی الان رو پاشم یکیه 7-8 که عقب تو وانت نشسته بودن، نه بدون آهنگ بدون داریتون بی خودی ها، انقدر شاد بودن کف این وانت هم آهن دست 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 یک حالی میکردن، دست کردم از تو داشبورد یه سیدی در آوردم، گفتم آقا درد و بلات بخور تو سر این که داره و نمیتونه کیف کنه، تا خونه بزنیم برقصین، اینم تا صبح بگیریم بخندیم. حالا یعنی منظورم به اینه که حالا وسط برنامه طنزم هست، اما حضرت علی علیه السلام میفرمایند در دنیا به قدری که سیر شوی برای تو نهاده شده است، اگر با آن سیر نشدی با همه دنیا هم سیر نمیشی.
اینو به شما همین بهترین درآمد درآمده کمه، اینم جایزه این آقای خوشخنده. تشریف بیارین جلو. بله بله بله. چهار نفر یه جا 2 سال با هم سرباز بودن، هفته آخر اومدن از هم خداحافظی کنن. تهرانیه به آذریه گفت مشتی، ما تو این 2 سال خیلی تو را اذیت کردیم، اما این هفته آخر دیگه کاری به کارت نداریم. آذری گفت ببین قول دادی ها. رشتی آمد گفت آقا جان چی فایده باشه، من گاهی تو این 2 سال از این کارت تلفن تو استفاده میکردم، مرا حلال کن برد، این هفته آخر دیگه این کارا نمیکنم. گفت ببین قول دادی ها. اسوانی اومد گفت من یه وقت از آشپزخونه که غذا دا می آوردم یخته این گوشت داشتم می خوردم، ولی این هفته آخر دیگه قول میدم این کارو نکنم. آذری گفت ببین تو گل دادی، تو گل دادی، تو هم گل دادی، حالا که همه تون گل دادید من اذیت نکنین، منم قول میدم این هفته آخر دیگه توی سماور نشاشم. خدا بزنه ببره خونه ببینه سیدی خامه، چقدر چیزش دلش یعنی میسوزه. بچه ها ای ساکه، الان سرحالین، توی ششاتون اکسیژن زیاده، صداتون بلندتره، من از این صدای بلند شما خواهش میکنم یه بهره برداری ارزشی میخوام بکنم، یه چیزی میخوام بگم. حالا که سر حال هستین یه آمین هیئتی بگین. خب خدایا خداوند تو رو به بزرگی خودت قسمت بدیم، تمام ملت شریف و قهرمان ایران رو همیشه همینطور سر حال و بانشات خنده رو نگه دار. ایوالا باریکلا. این تو نیست که آدم فقط تو غم و غصه، خدا همه جا به حرف آدم گوش میکنه. خب بریم آبادانیا. آبادانی کو آبادانیا کوشن؟ کو آبادان. آره شما آبادان، یعنی دیگه این چیزایی که من میخوام بگم دیگه، یعنی واقعا رود میشه از فردا بری کاله؟ آبادانیا شوخی کنم اجازه هست دیگه؟ آقا این آبادانیا آی لاف میان، آی لاف آدماش یک کنار، مثلا رفته کتاب فروشی اینطوری میکنه پوستر منو داری؟ کتاب فروشی میگه نه، میگه تو هم تموم کردی؟ این آدماش اولا که ازش پرسیدن این عراقی ها شما رو چجوری شکنجه میکردن، گوهی ولک نگو دست پامونی میبستن نوار بندری میذاشتن. حیوانات در آبادان، شما به یه مارمولک هم که نگاه کنی اینطوری میکنه ها چیه ولک اجراها ندیدی؟ 3 تا موش ای خدا، موش 3 تا موش آبادانی داشتن برای هم لاف می اومدن. اولی گفت منو خارکاکام هر شب تو تله موش می خوابیم ولی نگاه. دومی گفت ای خود چیزی نگاه، منو خارکاکام هر شب مرگ موش می خوریم ولی نگاه. در همین حین موبایل موش سومی زنگ زد، موبایل موش سه اینطوری کرد ها آه جاسم توی سب کو بچه ها این بچه کوچیکمه، میگی یه گربه چاق و چله گیره وردی میایم بریم بخوریم. یک کلمه بگم این آبادانی، مثلا شما هلیکوپتر تو همه شهرها میگه لخ 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 لخ، تو آبادان میگه لاف 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 لاف.
دم شما گرد. ما یزدی هم داریم اینجا؟ یزد یزدی ها خیلی آدم هایی هن که چجوری بگم خیلی شرعیات رو رعایت میکنن، مثلا مسئله مشکل شرعی نداشته، خیلی حلال و حرام و خیلی به سختی، ولی مقتصد هم هستن. یه روز یه بابایی به پسرش اینطوری کرد: اگر خواستی با نام زدت بری سینما، سعی کن توی سینما قرار بذاری که اون دختره بلیت خودشو خودش بخره. پسره گفت: اه پس بلیت منو کی بخره؟ یزدیه شیشمین دخترش به دنیا اومد، خیلی خوشحال بود. بهش گفتن اینم دختره با گفت اشکالی نداره، اگه یاد تاشو بریشم بستن، من شیش تاشو بریش خلق الله ببرد. ولی خواهران گرامی، من یه موضوعی میخوام به شما بگم، البته بلا نسبت ها. یکی این که شما خانوما اصلا در کل جهان اتحادتون با هم کمه. آقایون اوف 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 اینقدر هوای همو دارن، اینقدر هوای همو دارن. یه شب یه آقای خونه نرفت، مثلا ایشون ها، آره بهش هم میاد. یه شب یه آقای خونه نرفت، صبح رفت خونه، خانومش اینطوری کرد: دیشب کدوم گوری بودی؟ گفت من خونه یکی از دوستان بودم. خب گفت خونه یکی از دوستان بودم. زنه دست شوهره رو گرفت، به 10 تا از دوستاش زنگ زد، 8 تا از دوستاش گفتن آره اینجا بود، اون دوتای دیگه هم گفتن خوابه، صداش نکنم بهتره. باز بعضی آقایون به بعضی از شماره های توی موبایلاشون یه آهنگای مخصوصی سیو میکنن، مثلا تلفن همه همکارا رو به این آهنگ میده. بله سلام، حال شما چطور؟ خواهش میکنم. چشم به روی چشم انجام میشه، قربان شما، خداحافظ. آهنگ همکارا اینه. حالا زن بدبختش زنگ میزنه: دیگه ازت بدم میاد بد. کار دارم امشب، شبکارم کار دارم. پولم کجا بود؟ نه نمیشه. چون من حالا شب گیر نده دیگه، حالا فردا شب میام، پس فردا شب میام خونه. باشه چشم، خداحافظ. حالا پدر زنش زنگ میزنه، آهنگی که به شماره پدر زنه داده اینه: عجب رسمیه. مادر زنش زنگ میزنه: ظلم ظاله. سلام مادر زن، چطوری؟ نه نه دارم میمیرم. خب پس مزاحمت نمیشم، خداحافظ. همه اینا به کنار، تو هم اینه شناختی ها، همه اینا به کنار، اولا آهنگش اینه: تو عزیز دلمی، تو عزیز دلم. چه دستی هم میزنه، بشکنه دست دلم. این داری میکنه، هنوز سبزه رو فشار نداده، دیگه میکنه نفسم درده تو سرم بخوره. سلام عزیزم چطوری؟ الهی قربونت برم من. خواهش کن به همه نادرمه، من التماس کنم. چقدر پول میخوای؟ همین الان میدم بریزن به حسابت. آره کجا؟ اون برنامه گفتیم چی شده؟ کیش؟ آقا کیش نمیشه، اونجا هتل ها شناسنامه میخواد.
نه بابا، نیرو انتظامی همه این کلک ها رو یاد گیده، لو رفتیم نمیشه. شمال؟ آخه شمال هم بنزین میخواد که. ببین جون من، برای من ناز نکنه، از قدیم گفتن نه قدسی و نه هستی، زنتو به چست دو دستی. نه قدسی و نه هستی زنتو. ببین سر این دست نمیزنه. ببین خانم ها، ولی حالا من اینا رو میگم، ولی آقایون خداییش مهمترین، مخصوصا آقایون ایرانی، مخصوصا آقایون آمولی، مخصوصا پرسنل کاله که اصلا ردخور نداره. من یه مثال از زندگی یه مردی رو که توی کاله زندگی میکنه برای شما بگم. تمام فکر و ذکرش زن و بچه خودشه. الان خانوما یه حموم که میخوان برن، دیدین دوتا چمدون با خودشون میبرن تو حموم. شامپوی موهای خشک، شامپوی موهای نرم، شامپوی موهای رنگ شده، شامپوی موهای نمیدونم وز کرده، شامپوی موهای هایلایت شده، صابون عسل، مایه شیل، ژل کریستال، لوسیون بعد از حمام، کرم تقویه. حالا مرده، یعنی خوبه فقط از حموم رفتن این آقایون بلوتوث تهیه کنن پخش، آدم میمیره آخر. این صابون سبزا ها همینی میمالیم به سرمون، تمام میذاریم اونجا. این تمام اون ده تا موادی که خانوما با خودشون میبرن هست، به اضافه مسواک. کف درست میکنین، همین کفه رو میایین به همه جونمون که به افتخار پرسنل کاله که اینقدر زحمت کشو و این همه رو میدن به خانوادهشون یه دست قشنگ. شما به موبایل این کرمونی ها زنگ میزنی ها، اپراتور میگه مشتری که مورد نظر پای معقل است. جیز جیز جیز. گفتم که براتون کرمونیا به کلمه هست میگن هسته. این میکروفون هسته، بهترین لبنیات کاله هسته، این فردا شب بره تهران اعدام هسته. معلم از یه شاگرد میپرسه ها تو بگو ببینم هسته ورچند نو هسته. شاگرده میگه آقا هسته ورچه نو هسته، یه هسته هسته لای میوه هسته، سرسه هولو هسته، یه هسته هسته تو تشکیلات اداری هسته، مثل هسته مرکزی هسته، یه هسته هسته که مردم فکر میکنن نیسته ولی هسته. او هسته تو فیزیک هسته، تو پرکش کنی دو تا هسته دیگه هم داری، دو تا هسته هسته که الکترون هسته و نوترون هسته، با اجازتون انتنز تا زیر خلیج فارس پر از هسته هسته، به کوری چشم هرچی آمریکایی اسرائیلیه تا دلت بخواد هسته هسته که هسته.
دست شما درد نکنه. ببخش من یه هایی آن گفتم شادی فلانی حرفا. یارو یه پراید داره خوب خوش سالم تا همسایه پرشیا خریده، این میخواه بری یه وام لیزینگ بخره نصف حقوق شما، بعد اون پرشیا بریم یه زانتیا بخریم و بریم یه سوناتا بخریم، حالا یه پرادو بخریم. بابا اونایی که ماشینای گرون خونهای گرون دارن انقدر بدبختی و فکرهاشون میشه. یارو میبینی پشت یه بنز 200 میلیونی نشسته، گوش کن، قیافه زنش هم اون معلوم نیست داره به کی اسمس میزنه. کنار همین بنزه یا یه موتوره، یه دمپختکی اون عقب آویزون، دو تا بچه رو باک، زنم شوهر رو بغل کرده، هی هم شوهر علکی ترمز میکنه. عشق 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 دارن میکنن که برم مثلا میگم امامزاد عبدالله یه پسیری چهار تا بستنی هم بخرن 600 تومن حال کنه. این حاله رو اون با 600 میلیون تومن هم نمیتونه بکنه. اینی میگم شادی کردن دست خود آدمه، تقصیری کسی ننداز. حالا زحمت بکشیم برای که خستگی هممون و منم دره. تا قبل از اینکه جناب آقای ابراهیمی مجری توانای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تشریف بیارن اینجا و با تشکر ویژه از دوست عزیزم جناب آقای مهدی حیدری که کار تصویربرداری داشتن، همچنین نور و صوت و بخار و آقای علی مواساد و جناب آقای مهدی نعمت مدیر برنامه، همه اونا که دستن در کاران این جشن بودن، خستگی همه در بره، همراه با عبارت و عجل فرجهم خوشنودی قلب نازنین آقا امام زمان با صدای بلند یه صلوات بفرست. خدا دریو داره،
دلاره زود آره امروز شن روز من بی نازنینم امروز شن روز من بی نازنینم می دل آسمون و من در زمینه ببین تش سماره بابین تاشه سماره بابین تاشه سماره